من دکتر ناصر عابدی با بیش از 21 سال سابقه وکالت در کانادا در دعاوی حقوقی مربوط به امور خانواده، خرید و فروش مستقلات و حقوق مهاجرت در خدمت شما خواهم. با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زنی مهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا است. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC و با سلام خدمت خانواده محترم شهدای انقلاب و همچنین با سلام خدمت ملت عزیز و سربلند ایران که دارن این انقلاب رو پیش میبرن با امید پیروزی، با امید رهایی از جمهوری اسلامی ایران. بله دکتر، شنید این اواخر دیگه کشورهای مختلف سپاه پاسداران در لیست تروریست روستا داره، تروریست قرمز، یعنی کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی روز به روز منزوی تر میشه و گوشه‌گیری به اصطلاح کنارش گذاشتن و هیچ دوستی هم نداره و چاره‌ای نیست غیر از رها شدن از شر این حکومت ستمگر. امیدواریم، توکل بر خدا. بله. ان شاء الله که ملت هر چه زودتر پیروز بشه و ما شاهد جشن و پیروزی ملت قهرمان ایران باشیم و ان شاء الله ملت ایران به خواستهای حقی قانونیش برسه. بله، رها بشه از این اسارت قرن‌ها و هزارها. عرض موضوعتون که پیش از گفتگومون میخواستم به بینندگان گرامی بگم که این برنامه صرفاً جنبه اطلاع رسانی داره و به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نیاد و اگه میخواییم مشورت حقوقی داشته باشین لطفاً با شماره تلفن‌هایی که پای صفحه میبینید با آقای دکتر تماس بگیرید تا به امید خدا مشکلاتتون حل بشه. آقای دکتر، هفته پیش ما راجع به اون بحث میکردیم که متاسفانه وقتمون تموم شد، راجع به این کلاهبرداری‌ها و یک گفتم که یه خونه ای رو کلاهبردارا به کسی دیگه فروختن که اون مالکین اصلی مسافرت بودن، وقتی که برمیگردن نگاه مونن که صابخونه یه جدیده که دیگه است. شما در این مورد چی میدونی؟ و اون بیچاره فلک زده که برمیگرده ضرر میکنه نمیکنه، داستانش چی میشه؟ شروع برنامه رو با شعار زن زندگی آزادی شروع میکنم با امید پیروزی ملت ایران. در ارتباط با این مسئله، این اتفاق در اتوبیتکور که تورنتو اتفاق افتاد، یه محله ای هستش که تقریبا میشه گفت در شرق تورنتو، این اتفاق در غرب تورنتو اتفاق افتاده و اینکه مالک مدتی حالا به هر صورت در سفر کاری بوده و در مدتی که نبوده متاسفانه حالا به چه دلیل اطلاعات رو هنوز پلیس به ما اعلام نکرده و هنوز در حال تحقیق که ببینن که این افرادی که مظنون هستن که این کار رو کردن، که حداقل در حال حاضر مشخص شد دو نفرن ولی فکر می‌کنم خیلی بیشتر از اینا باشن، به چه صورت تونستن این مکر رو اسنادش رو به دست بیارن و به چه صورت تونستن اطلاعات صابخونه رو به دست بیارن و از اونجا در اقدامات بعدی انجام میشه. هنوز اعلام نشده که این خونه از طریق مشاورین املاک فروخته شده یا معامله‌ای بوده که مستقیما بین وکلا قرارداد بسته شده و هیچ اطلاعات جانبی فعلا ما در دسترس نداریم که بخوایم بزنیم. من فکر نمی‌کنم این کارو بکنه مگر اینکه این طرف بگه که من صابخونم بره وکیل. نه نه، منظورم اینه که بهتره که شاید یه توضیح بهتری بیشتری بدم. ببینید، اگه یاد باشه تو برنامه خودمونم ما عرض کردیم که اگر که یکی بخواد ملکی رو بفروشه یا ملکی رو بخره، نیاز نداره که خونه رو بذاره از طریق MLS، از طریق نماینده املاک بفروشه. اگه تو ماشین برنامه رو گودیم این کار میتونه، چون برای اینکه شما یه خونه رو بفروشید نیاز به یه قرارداد دارید. بله. قرارداد رو میتونه یا مشاور املاک بنویسه یا کی بنویسه؟ وکیل بنویسه. یعنی ما به عنوان وکیل از طرف صابخونه میتونیم که قرارداد رو بنویسیم، میتونیم قرارداد رو تو بسازیم که، یعنی مسئولیت ما برای تنظیم و ارائه قرارداد کامل خیلی بیشتر از یک مشاور املاکه. برای همینم
میتونه از اون راه باشه. برای همینم من اطلاع ندارم که آیا این خونه وارد MLS شده یا نه، فقط اینه که مالک، من خودم موکلای زیادی داشتم که خونه هاشون رو فروختن از طریق من، به مشاور مراجعه نکردن، مستقیم خونه خریدن، مستقیم خونه فروختن. یعنی افرادی هستن که واردن، اطلاعات کامل دارن، میدونن چی کار بکنن، خودشون خونه خریدن، ترمای قراردادم من نوشتم واسهشون، واسهشون توضیح دادم اینا رو میتونیم بذاریم، کدوم ماره مایلیم بذاریم، چه تعهداتی میخوای بگیری، آیا وام میخوای برای خونه بگیری یا پول داری، یعنی شرایط مختلف واسهشون توضیح دادم. خب قرارداد بر اساس اون نوشته شده. یا اینکه مالک خونه است، با نتورکی که تشکیل داده و با گروهایی که کار میکنه از طریق خاصی که تعریف کنه، از طریق فیسبوک، شرایط مختلف، تونسته افرادی رو جذب بکنه و با کانکشن خونش رو فروخته. حتی اتفاقا بحث همین بود که چند وقت پیش با یکم اومد، حتی اولش پیشنهاد کرد که آپارتمان داره، گفت دکتر اگه بخوای تو بیا بخر، گفتم نه من الان قصه سرمایه‌گذاری رو ملک ندارم، گفت الان من قبلی که برم بخوام شما ببینی اینه و بهترین ما چیز اینه که شما اول بخریم به عنوان چیز مستقیم. پول چیز هم نمیدن. خب همین دیگه. خب ایشون هم میگه پول ایجنت نمیدن، برای همینم اونجا یا وقتی که میخرن 2.5% رو میتونه از تو مذاکراتشون قیمت بزنن. یعنی شما اصلا اگه وارد مذاکره بشی یه خونه بگیم، حالا بگیم 1,000,000 دلاره، خب خود 2.5% که مال کیه؟ ایجنته. به اون 2.5% یه HST هم میخوره، میشه 3%، تقریبا میشه 2.85 حد دقلش. کنار اون 2.85 که داریم صحبت بکنیم و میگیم میخوره، به اضافه اینکه معمولا خریدار خودش هم بین 5,000 تا 10,000 دلار میخواد ناک قیمتو بیاره پایی، خب به طب میاد میگه اوکی من اگه خودم وارد مذاکره بشم مثلا تو این معامله به جای 28,000 دلار تا 40,000 دلار 35,000 دلار میتونم قیمتو بیارم پایین به طور قانونی، چون 28,000 دلارش که فعلا هزینه فروشنده بوده، 10,000 دلارم سعی میکنه خودش بگیره، 7,000 دلار 8,000 دلار 15,000 دلار زیر قیمت بگیره، خود بخواد 35,000 تا 40,000 دلاره، بعد یه وکیل استخدام میکنه که این قرارداد رو ببینه که بابت اون خدمات زیادی وکیل میگه چقدر میخواد، 2,000 دلار 2,500 دلار، یعنی میگه خیلی میزرزه. برای همین یه سری به اصطلاح چیزا، یا بعضی موقع هستن که افراد خیلی زرنگن، میدونن یکی میخواد خونه‌شو بفروشه دیگه، بدون اصلا بدون ایجنت دارن این کارا رو میکنن. یعنی من شاهد این مطلب چندین بار بودم. از این لحاظه که تو این سوالی که شما مطرح کردین مثلا کلاهبرداری، من اطلاعات نداریم که آیا ایجنت هم بوده یا ایجنت نبوده، ولی کلا به نظر من این مطلب همیشه بوده، هست و خواهد بود. اون بحث اینه که چی کار میتونیم بکنیم که محدودش بکنیم و اصلا چی هست و در این میان کی ضرر میکنه، خریدار، فروشنده، بانک؟ شو چیزی که وجود داره اینه که این مشکل سالها هست که ممکنه یکی بیاد خونه ای رو به طور متقلبانه به نام خودش بکنه، روش وام بگیره بدون اینکه مالک بدونه، خودش رو به جای مالک معرفی میکنه، وام میگیره، یا خونه رو تو این اتفاقی که اخیر افتاده بفروشه. من یه پرونده داشتم سال 2006 بود توی دادگاه نیو مارکت، یه من خانوم رو ریپرزنت میکردم، اون وکیل خانوم بودم و پرونده آقا بود در مقابل ما. مسند مداره که مطرح شد متوجه شدیم که آقا درایور لایسنس خانوم رو شب از تو خونه بر میداره، میبره فرداش دفتر وکیل ریال استیت که وام بگیره، یه خانوم هم با خودش میبره که اون خانوم امضا کنه اسنادو با درایور لایسنس خانوم. که بحث من توی دادگاه وقتی که مطلب بود و رو پرونده دفاعی داشتیم ارائه میدادیم، تحقیقاتمون نشون داد که این کیس جدیدی نیست، شبیه اینم در چند وقت 4 سال قبل از اون اتفاق افتاده و قبل از اونم دوباره یکی دیگه شبیه اون انجام داده. بر اساس این یک کیس لایی تشکیل شده، یه رویه قضایی تشکیل شده که دادگاه ها چجوری باید با این برخورد بکنن، واقعا کی مظلومه کی چیزه. که تو همون دادگاهی که مربوط ما بود، ما همسرش رو به عنوان فراد سو کردیم که متقلبانه عمل کرده، کس دیگر برده، و وکیل ریال استیت سو میخواست بکنه آقا رو به عنوان که اونها ممکن بود سو بشن
از طرف موکل ما. اگه موکل ما پول بهش نمیومد، ما اقامه دعوا میکنیم علیه وکیل دفتر وکالت، چون به هر صورت اون دفتر وکالت هم سو میکرد آقا رو که خسارت ها رو بده. یعنی یه پرونده خیلی پیچیده بود که به هر صورت آقا قبول کرد که متقلبان عملی کرده، ستل کرد، تمام پولا رو به ما برگردون و پرونده تموم شد. تو این پرونده های این چنینی، اگر که یعنی میخوام بگم این چیز جدیدی نیست، همیشه یک نفر خودشو به نام دیگری معرفی میکنه با ارائه اسناد و مدارک، سعی میکنه جای اون فرد خودشو غالب کنه به عنوان مالک و بیاد متقلبانه یه پولی رو بگیره. حالا در بعضی موارد وام گرفته میشه، برای همینم در عرض مثلا سالهای گذشته یک تاریخ های خاصی رو ما از طریق کانون وکلا و همچنین دفاتری که باشون کار میکنیم و بیمه خود وکلا به عنوان اهرام، چندین کانال باسه ما به صلاح فورنینگ میفرستادن، اعلام خطر میکردن که در این تاریخ ها ما انتظار داریم که فراد انجام شه، مراقب باشید، و فراد هم میتونه تو این صحنه ها باشه. سناریو رو هم باسه ما مینوشتن که بنویسید اگر این سناریو شبیه سناریوی شماست، بدونید فراده، یک قدم عقب بکشید به عنوان وکیل، تحقیقات بیشتری بکنید، هیچ عجله نکنید. یعنی ما خودمون برای اینکه بتونیم چیز بکنیم این هست. بحثش اینه که از نظر کلی اگر یک نفر وارد دفتر من بشه، پاسپورت کانادایی نشون بده، درایوریز لایسنس کانادایی نشون بده، من طبق روال عادیم قبول میکنم که این فردی که دارای این دو گواه، دو آیدی کارته، این فرد دارنده این کارته. ولی باید دقیق باشم ببینم که صورت این آقا به صورت این فردی که کارت ارائه داده میخوره، سنش میخوره. یعنی اینو باید خودم تشخیص بدم، اگه ببینم سن نمیخوره ازش اطلاعات بگیرم، مدارکی بیشتری بگم، یا بگم معذرت میخوام من این پرونده رو قبول نمیتونم بکنم چون احساس میکنم که این نیست. نه اینکه صرفا ارائه کارت هویت دلیل نمیشه که طرف همون باشه، که شما ممکن 99% همونه، 99% همینه، منتها یک همون 1% اینه که باید چک بکنی که قیافه همونه، بدونی همونه، سن همونه، یا مثلا هم یه دفعه بتونی بپرسی که مثلا طرف تاریخ تولد چه سالیه، ازش بپرسی که خب الان کجا زندگی میکنی، ممکنه اگه متقلم باشه یه چیزایی هست تو این زمینه. تا حالا پیش اومده آقای دکتر که مثلا وکلا رو مشتریان کلاینت گول زده بشه، فریب داده بشه؟ تو این زمینه اتفاقات زیاد افتاده. تو این زمینه وقتی میگم اتفاق زیاد افتاده، یعنی که دو تا بیفته واسه ما زیاده. حتی یه دونه هم نباید بیفته. بله. در عرض یک سال. ولی خب اوایلی که آیدیا بود، یه سری اشکالات متعدد بود. درایوی لایسنس هم درایوی لایسنس حقیقی صادر میشد، ولی آدرس خونه فرد اون نبود، اطلاعاتش اون نبود. برای همین برای وکلا اعلام شده که به یه آیدی استناد نکنید، بلکه دو تا آیدی کارت باید داشته باشید. بعد اگه احساس میکنید متقلمان است، اقدامات بعدی باید انجام بدید. ما بهش میگیم دیو دیلیجنت. این اقدامات برای همین هم هستش که این اتفاق همیشه میفته و خواهد هم افتاد. نه در اینجا، در همه جای دنیا همیشه یک نفر نه همه مردم، یک نفر ممکنه بتونه گول بزنه با ارائه اسناد متقلبانه، خودش جای دیگری معرفی کنه بیاد. حالا سوالی که مطرح اینه که متضرر کیه واقعا؟ متضرر اونی که خونه رو به طور قانونی خریده، مالک خونه بوده برای 10 سال و حالا به هر دلیلی، مسافرت بوده، مریضی بوده، انتقالش به یک استان دیگه بوده. خب معلوم ما بعضی رو داریم که از دوستان ایرانی من هم هستن، هم اینجا خونه دارن هم استانهای دیگه خونه دارن و دارن تو استان دیگه زندگی میکنن، اینجا هم دارن اموال و املاکی که دارن، حالا میخوان رنت بدن یا برفض هر کاری که میخوان میکنن، اموال دارن. خب اینا که بالا سر اموالشون نیستن که، ولی ممکنه برای اجاره باشه، مثلا یه مدت خالی مونده باشه. دقیقاً. آیا اینها این اتفاق دائم، واسه همین میگم که مراقب باشید که این اتفاق دائم ممکنه بیفته. ولی حالا این اتفاق واسه یکی از دوستان، حتی من ایشون نمیشناسم، یکی از هم شهریای ما اتفاق افتاده در شهر اتوبیکوک، در محل اتوبیکوک تورنتو، و متاسفانه نبوده و تونستن چیز کنن. من راجع به خود کیس زیاد اطلاعات ندارم، نمیتونم بگم، ولی با تجربه‌ای که دارم و اتفاقاتی که تا حالا تو پرونده خودم افتاده میتونم بگم که مالکیت فرد
مالکیت اصلی خونه که مالک قبلی و حقیقی خونه بوده اون از بین نمیره، ضرر نمیکنه، اون ضرر نمیکنه. کسی که ضرر میکنه معمولا خریداره، معمولا خریداره که به اصطلاح ضرر میکنه. اونا بیمه نداره مثلا؟ ببینید من بارها تو برنامه‌هایی که مربوط به ریل استیت بوده خدمت بینندگان محترممون عرض کردم که اگر میخواین خونه بخرید، یکی از شرایطی که ما اعلام میکنیم و دفتر من مصرانه این کار رو انجام میده خرید بیمه تایتله، یعنی اینکه یه بیمه خاصی وجود داره که بابت این بیمه خاص ما یه هزینه رو باید بدیم و در بسیار از در تمام معاملات ریل استیتی که من انجام میدم تایتل اینشورنس رو میخرم. یعنی تایتل اینشورنس، بیمه روی تایتل، یکی از ضروریات زندگی مدرن ماست، چون واقعا ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته و اصلا نمیدونیم که آیا فروشنده، نه موکل ما، اگه مثلا مثلا خریدار داریم اکت میکنیم نمیدونیم واقعا فروشنده مالک بوده یا نبوده و به طب نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. ولی روال کاری معمولا برای وکیل فروشنده در دفتر ما اگه بخوایم عمل کنیم که معمولا کارت شناسایی موکلمون رو میگیریم، اطلاعات موکلمون رو میگیریم که ثابت بکنیم که فردا اگه اومده گفتم مثلا این آقا که شما ملک فروختی مالک نبوده مثلا این پرونده، بتونیم اسنادی ارائه بدیم که ثابت کنیم که این کسی که اومده دفتر ما و با ما صحبت کرده و اطلاعاتش به ما داده مثلا آقای ریچارد بوده. آقای ریچارد اومده تو دفتر ما، اطلاعاتش داده به من مالک، ما هم قبول کردیم، وکیل مقابلم گفته که حالا که ایشون مالک، اینم تعهداتشه و رو تعهداتش یه ملکی رو فروختی. حالا اگر آقای ریچارد واقعا ریچارد نبوده و اسناد متقلب بوده، مشکل خریداره و اقدامات قضایی و پلیس باید انجام بشه و باید ثابت شه که من به عنوان وکیل متقلبانه عمل نکردم، همدست فروشنده نبودم که سره خریدار رو بخوام کلا بذارم. حتی فروشنده اینجا فروشنده نبوده، بلکه فروشنده متقلبانه، یعنی دقیقاً فروشنده واقعی نبوده بلکه متقلبانه بوده. فقط باید ثابت شه که من به عنوان وکیل جرمی مرتکب نشدم، بلکه روال عادی خودم رو طی کردم مثل هر پرونده دیگه. ما در سال صدها پرونده داریم و به تبع همون روال عادی رو که کانون وکلا و قوانین مختلف به ما گفتن و ما تعهد داریم مو به مو اجرا کنیم، اجرا کرده باشه. به نظر من اگر تو این پرونده که توضیح باشه وکیل وکیل اومده باشه، اطلاعات کامل گرفته باشه، اشکال به وکیل نمیتونه باشه. بله دکتر جانب. ما متاسفانه وقتمون تموم شد، انقدر حرفاتون شیرینه که متوجه زمان نمیشیم. ولی من راجع به تایتل اینشورنس سوال دارم که در هفته آینده من از شما میپرسم. از اطلاعاتتون خیلی سپاسگزارم. مرسی. استدعا میکنم برسد، نمیدونستم که وقت تموم شد چون تازه بحث اصلی مونده بود. حالا میذارمش برای برنامات آتی. برسد عرایز بنده، امیدوارم که مورد استفاده عزیزان واقع شده باشه. با امید این که بتونیم در هفته آینده بتونیم در خدمت عزیزان باشیم با شعار زن زندگی آزادی. من برنامه خودم رو تموم میکنم. بله، با سپاس از شما که بیننده ما بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار. خداحافظ. من دکتر ناصر عابدی با بیش از 21 سال سابقه وکالت در کانادا در دعاوی حقوقی مربوط به امور خانواده، خرید و فروش مستقلات و حقوق مهاجرت در خدمت شما خواهم بود.